این چیزی هم واقعا بلد نبودیم، ولی اعتقاد داشتیم که کار میشه. همین اعتقادش با غیرت و جوشید تا جایی که امروز 10% محصولاتش را صادر میکند. عراق، افغانستان، غیر مستقیم و آسیای میانه، حتی حوزه خلیج فارس، امثال به قطر محصولات ما صادر میشه. در این کارگاه بیش از 10 نوع محصول آشپزخانه سنتی تولید می شود که تعدادی از آنها با مهندسی معکوس تولید و ثبت اختراع شدند. دستگاه چرخ گوشت اومگا نمونه ایتالیا به قیمت 20 میلیون تو بازار موجوده. با این رو به قیمت 1/3 حدود 7 میلیون تولید می کنیم. دستگاه بعدی چرخ گوشت هست، ثبت اختراع شده، بعد یخچال دار شده، نسبت به نمونه‌های خارجی که یخچال ندارن ما اینو مهندسی معکوس کردیم. مهندسی معکوس روشی آگاهانه برای دستیابی به فناوری و محصولات موجود است. یکی از روش‌هایی که بعضی از کشورهای جنوب شرق آسیا در پیش گرفتند و پیشرفت کردند. با استفاده از این روش در کشورهای در حال توسعه علاوه بر انتقال دانش فنی میتوان نقاط قوت اقتصاد مقاومتی را بهتر کرد. مقاومت کردم، میدان خالی نکردم. که الحمدلله منجر به این شده که حداقل 30 تا 40 نفر در این کارگاه مشغول به کار هستن مستقیم. آقای نیری مهندس نیست، اما با روش مهندسی معکوس توانست تمام قطعات ریز و درشت محصولاتش را همینجا طراحی و تولید کنه. اینا قبلا از اروپا می آمد، آمریکای جنوبی می آمد، از آسیا می آمد، قدم پیش گذاشتم، تولید کردم. یه به هیچ وجه ما نیاز به خارجی نداریم. پیچ و مهرهای وابستگی با دانش بومی باز و راه قاچاق کالا با کیفیت بسته می شود. برای اینکه مشتری ضرر نکنه و راضی باشه از جنسی که از ما می خره، هر کدوم از دستگاه‌هایی که ما تولید می کنیم به مشکلی برخورد، ما در هر نقاط کشور که باشه تعویضش می‌کنیم به راحتی. این کارگاه و همه کارگاه‌های مثل این با همه مشکلاتی که سر راه تولید وجود دارد صبر و استقامت کردن، و این یعنی همان تعصب و غیرت ایرانی که باید پای کالای ایرانی باشد. حسن جرامجاد، خبرگزاری صدا و سیما، همگان.